به به خدای من رنگو ببین دار. اوه 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 حتی سوز تریاکی و اون ادویه آسیه که به هر زدیم به همه این بریونی سرخ شده زن یه چیز عجیبی داده هستم. آشپزی امروز فقط با همین دوتا ظرفه، ظرفه کمتر کاری کمتر. خدای من چه عطری داره. سلام، با آشپزخونه خودت خوش اومدی. امروز دغدغه خیلی از ما گرفتاری و شلوغی کارمون هستش. حسی برای غذا پختن نداریم. ظرف و کثیف میشه، شلوغ میشه، بیخیالش میشی. امروز میخوام بهت یاد بدم چطوری فقط با یه ظرفی که داخل فر قرار میدیم هم برنج بپزیم، هم مرغ درست بکنیم و لذتش رو ببریم. یه قاشق چایخوری زردچوبه. حالا یه قاشق چایخوری پودر تخم گش نیست که عطر خیلی خوبی داره. اگه معدت دوست داری از زنجبیل غافل نشو. یه قاشق چایخوری. پودر سیر یه قاشق چایخوری. فلفل قرمز 1/3 قاشق چایخوری. یه قاشق غذاخوری سویا سس. سس تریاکی 2 قاشق غذاخوری. پاپریکای دودی 1 قاشق چایخوری. پودر گوجه 1 قاشق چایخوری. روغن زیتون 4 قاشق غذاخوری. پونه کوهی یا اورگانو 1/3 قاشق چایخوری. سس هالوپینوی قرمز 3 قاشق غذاخوری. حالا اینا رو حسابی با هم مخلوط و ترکیبش کنید. حالا بریم مزه‌دارش کنیم با اون موادی که شبیه خمیر شدی. به 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 باورتون نمیشه چه عطر و طعمی داره این سس. چند تا سوراخ تو بدن مرغتون ایجاد بکنید تا این سس کاملا به خوردش بره. روی رونها و همینطور روی سینه. برش گردونید و از این طرفم. چند تا حفره ایجاد کنید. حالا با دستای شسته کاملا این مواد رو به خورد مرغتون بدید. همه جا رو به این سس آغشتش بکنید. این طعم بی نظیر رو باید امتحان کنید تا بفهمی که چه غذایی قراره بخوری. خب وقتی این مرغ آسیایی ما کاملا مزه‌دار شد میذاریمش کنار تا 1 ساعت 2 ساعت مزه به خوردش بره. تو این فاصله میخوام برنج درست بکنم. برنج رو میخوام با مرغ همزمان بپزم. خیلی سه جالب و عجیبیه. این کار باعث میشه شما تو وقتتون صرفه‌جویی کنید. یعنی تا مرغ برنج بپزه تو به همه کارات میرسی به همین راحتی. باز آشپزی همین چیزای ساده است. یه ظرف برمی‌دارم. 3 پیمانه برنجی که فقط شستم رو اضافه میکنم. برنج گرونه. هیچ دور نریزید. برنج رو پهن میکنم کف ظرفی که قرار داخل فر بره. حالا یه پیاز رو خلال برش میزنم. پیاز رو اضافه میکنم به روی برنجم. به همین شکل. دو تام هویج دارم. اینا رو هم خلال های نازک یا حلقه نازک خرد میکنم. اضافه میکنم به روی برنجم. دقت کنید نازک باشه. چون خیلی ضخیم باشه شاید دیرتر بپزه. اینم هویجا. 3 تا هم گوجه پوستش رو میگیرم خرد میکنم اضافه میکنم. حتما پوستش رو بگیرید. گوجه فرنگی طعم این غذا رو خیلی خوب میکنه. پوستش رو بگیرید اینجوری نگینی خوردش کنید و اضافه کنید به روی برنجتون. حالا نمک. من 3 پیمانه برنج داشتم. 4 پیمانه آب میریزم روش. آب ولرم اضافه میکنم بهش. بعد 2 قاشق غذاخوری هم روغن جامد میره داخل فر همزمان با مرغمون. خب یه توری احتیاج داریم شبیه این که نمیتونیم روی سینی برنج. حالا این مرغ رو بلند میکنیمش و همینجوری میذاریمش روی سینی. این وقتی که داره میپزه روغن آب میشه و همینجوری به خورد برنج اون هم میره. یعنی برنج اون کاملا طعم دودی و آسیایی این مرغ رو به خودش میگیره. نیاز نیست روشو بکشید. دمای فر 220 درجه به مدت 1 ساعت. اما باز میگم مراقب غذاتون باشه چون دمای فرها با هم متفاوته.
همین ظرفا باهاش درست کردیم و برای شستن فقط همین تا ظرف هستش. چقدر راحته. بذار یه ساعت دیگه. به به خدای من رنگو ببین. چه برنجی شده. چه تدیگی هم بسته. اصلا یه چیزه تدیک رو ببینید. عاشقای تدیک تشریف بیارید. کجایید؟ اینم مرغ آسیایی بریون بریونه. خب ببینید حالا چقدر پخته. واو کاملا آبدار. رونو ببینید کاملا نرم آب دارد. شا جای همه تون خالی واقعا دلتون نخواد اتصاص تریاکی و اون عدوی های آسیه که به هر زدیم و اما این بریونی سرخ شده اصلا یه چیز عجیبی داده هستم. قضای امروز ما تموم شد فقط با یه ظرف فر. گفتم ظرف کمتر کار کمتر به همین راحتی درست کنید. چه جونتون تا آموزش بعد. خدا نگهدار.